بینندگان عزیز شریف سلام و درود بر شما در لبنان فاجعه شبیه فاجعه غزه رخ داده است حملات اوایی او اسرائیل بسیار گسترده بوده بر دره بقا مردم در حال فرار هستند 500 نفر تا حال کشته شدند اما تکتیکی که در غذا اینا به کار می گرفتن در لبنان اما لبنان متفاوت است ممکن است اینا با دام بیفتن در بقا دهان تمسا هست که به طرف اسرائیل باز است غذای طور نبود غذا یک دامگه در حال معاصره شده است از اونجا از پس غزه بر نیامدن در بقا در سرنوشت ساز برای اسرائیل خواهد بود همزمان یکصد هزار تفنگدار عراقی آماده ورود به لبنان شدند ضمن که تهدید یمنی ها همچنان در پرده از شک و فریبکاری وجود داره ممکن هم ممکن است یک اتفاق بیفته دنکوهن یک مستندساز امریکایی میگه که وضعیت طوری که هویت بومی سهیونیزم صدمه دیده و این زخمی شدن هویت بومی بسیار زیاد اینا را در یک حالت سردرگمی قرار داده است در ساعت اخیر موچکای از بلای لبنان حتی به شمال تلویف رسیده است سانسور خبری بسیار شدید است هرگز اجازه بروز اطلاعات و رسانه ها دادنم میشه منابع خبری از بسدا درآمدن آژیر خطر در منطقه هشارون در شمال تلویف خبر دادن پایگاه والا هم خبر داد که آژیر خطر در مناطق نزدیک به فرودگاه بنگوریون هم شنیده شد رسانه های اسرائیلی میگن که انفجارهای شدیدی در توریه شنیده شد سخنگوی ارتش اسرائیل به بن نوبه خود اما شکل خوشدار و تحکمی که به غذا میدادن، عین این شکل با امون لحن از ساکنین بقای لبنان خواسته چه زودتر مناظر خدا ترک بکنن خب اصلا چی است که یک ساحه لبنان هم تخلیه بکنن و این طرف شمال اسرائیل تخلیه شده و یک شکل یک شویسازی بکنن تا ازوالا مجبور شده کتابیه کاملا یک تکتیک ناکام خود بود چرا ازبلا ممکن است دست به حملات بزنه که اساسا ایتا احساس میشه پیش از پیش اما معلوم نمیشه که بچه ترتیبه چرا بخاطر از یک دره بقا یک دره کاملا دفاعی از در اونجا سنگرستان های بسیار عمیق ازبلا است از. و من شخصا تعجب میکنم چطور اسرائیل میگه من میرم دره بقا را میگرم گفتن که به زودی به بقا ما حمله میکنیم و پیش و پیش سی هدف از آن هدف در کجاست یعنی سی هدف سی ساختمان از آن مثل که در غزه میگفتن سی هدف از آن شفاخانه ها تهمه نشست و تحسیصات ملکی در ری بقا در بقا در بخش شرقی لبنان است این ای دره بین دو رشته لبنان غربی و لبنان شرقی قرار داره در بین دو رشته است از آسل خیستری مناطق کشاورزی لبنان است یعنی کمبود بود نان آبام نیست ای دره بسیار جالب است مثل پنشیر واری از نظر طول خود 120 کیلومتر طول داره 8 تا 12 کیلومتر عرض داره و به دو منطقه شمالی و جنوبی هم تقسیم شده مهمترین شهرهای منطقه هم زهله و بعلبک است از نظر جغرافیایی داره به دلیل موقعیت بین دو دو رشتاکو. از یک طرف می پیونده به سوریه از طرف دیگه به دریای مدیترانه نزدیک است این پی یک جای بسیار تعیین کننده است به عنوان گذرگاه تجاری و نظامی در تاریخ مورد توجه بوده حالا ما ببینیم که اسرائیل در اونجا چیکار خواهد شما چه فکر میکنید وزیر امور خارجه ایران کماکان گفت که آماده دفاع از لبنان هستیم خب دفاع از لبنان چی؟ تمام سپای قدس فرماندهیش در دره بقا است رئیس جمهور ایران هم گفت که بلای لبنان از حق خود دفاع میکنه ما هستیم خب ای در خودش در از نیویورکی گفت در اجلاس نیویورک و افزایش تلفات در لبنان شکاور است اما مقامت علی اسرائیل شدیدتر خواهد کرد یعنی بارها مناطق مسکونی پرجمعیت جمعیت شهری لبنان هدف قرار گرفتن اما هزبالا تا فعلا از هدف قرار دادن مناطق شهرک نشین که غیر نظامیان هستن اجتناب کرده پا پادگان های نظامی رو میره حتی خبرهایی است که خطوط پرواز فرودگاه ها را زدن که تیارات اسرائیلی نمیتونه از ایجا نشست و برخواست بکنه حتی تدارکات و تیارات رفتن به قبرس تا, و بر... تا و بالا میشن این گزارشات هم هست سخنگوی ارتش اسرائیل گفت که ما آلی میریم به طرف بیروت من فکر میکنم که این چیزایی است که حتی در غزق چندان کاربرد نداشت این رقم ادبیات ما دیگه نتیجه رو دیده اما اینا که میرن چرا بیروت یک عقبه یک مالاتی داره غزق هیچ چیز نداشت کاملا در حلقه ماصره بود و در بیروت مثل ارتش مثل ازبلانه بود در, در جنوب لبنان مثلا که مدافع بیروت باشه من چرا چرا ادبیات اسرائیل ادبیات امو غزه است جنگ با غزه حال خودشان به مدت یک هفته حالت فوق اعلان را اعلام کردن کانال 14 اسرائیل خبر داد که نیروی هوایی دور جدید از عملات خود شروع کرده بل مقابل چندین اصابت موفق به حیفا انجام داده بندر در حال تخلیه شدن است تمرکز شهر بندری ایفا بسیار پرنفوس هم از فرار مردم به طرف پناهگاه دیده شده سه. تقریبا شهر در حال خالی شدن است وزارت بهداشت لبنان هم که گفتم اعلام کرد که 500 نفر کشته و جمله کودکان و ده ها زن بیش از هزار زخمی بر جا گذاشته که و شانزده تن از پزشکان هم کشته شده زخمی هستن دو نفرش کشته شده سخنگوی پنتاگون با المیادین گفته منم میفهم سخنگوی پنتاگون با المیادین چی کار داره المیادین خبرگزاری حزب الله هز. است سخنگوی پنتاگون نقل شده که قرار از تعداد محدودی از پرسونل نظامی امریکا وارد اسرائیل شوند این خ... ای قسمت باید با ملاحظه برخورد بکنیم یک نماینده پارلمان عراق است به نام حسین مونس این آدم اعلان کرده که برای صدور فتوی جهاد کفایی از طرف مرجعیت عراق و منظور دفاع از فلسطین لبنان باید آماده باشه یاد ما باشد که اگر مرجعیت عراق که آیت الله سیستانی است اگر سود فتوای جهاد داد جنگ کاملا وارد یک مرحله جدید میشه تاریخ ساز میشه تا که نداده کازم الفردوسی سخنگوی کتایب سید شاهده عراق گفته که یکصد هزار نفر آماده ورود به میدان جنگ با اسرائیل است نخست وزیر عراق خواستار برگزاری نشست فوری سران عرب شده خب به نظر می رسه که ایبار با علاوه یمنی ها مقامت عراق بیشتر پیش قدم است العربی جدید گفته است که گروه عراقی در صورت هر گونه عملیات زمینی احتمالی اسرائیل در جنوب لبنان مستقیما وارد لبنان میشن البته خب یا اعلان کردن با که از ازولا در روی روی با طرف مقابل هم از نظر تسلیحاتی و هم از نظر نیرو انسانی ما حمایت میکنیم همزمان عملات پهپادی و از داخل عراضی عراق و سوریه به طرف اسرائیل آغاز شده است خب, ای خب ای اخبار اطلاعات است که یک تصویر کلی نگران کننده مبهم و خطرناکی پیش چشم ما ترسیم میکنن به این ترتیب یک کسی به نام امیر بخبود گفته است که ارتش اسرائیل باید نگران باشه از ازبلا کاری که در برابر حماس انجام شد در برابر ازبلا انجام نمیشه اونا مجهز به انواع موشک های بالیستیک زمین پایه مثلا سطح باوا و زده زریای تاپ اتک هستن و در ای قسمت اینا نباید اما کنش یا واکنش را که در برابر حماس داشتن این طرف هم به دغدغه اجرایی بکنن متوجه باشید این هشدار امیر بخبود است و رسانه های ایبری هم گفتن که پیش بینی میشه ازبالا امشب عملات سنگین راکتی و موشکی را در یک سطح گسترده از سر بگیره رئیس شورای امنیت ملی اسرائیل سابقه البته به نام یاکوف آمیدور یاکوف میگه حتی ما به آغاز یا در شروع نابودی از بلو هم نزدیک نیستیم شما چی میگین نابودی؟ یک تحلیلگر از عمان میگه که اینا چنان مرتکب جنایات شدن که اصلا در خیال کسی نمیگونجد علی ابن مسعود المعشنی یک تحلیلگر عمانی امی بیشتر گفتم این میگه که حجم جنایت تصور بکنه که اتا وسایلی که در دست کودکان بزرگ سلان خانواده و تمام افراد عادی هستن منفجر میکنن دیگه جنایت شما چرا میگن اسرائیل تو در بند ایگه نیست جنگ است اما اینجا یک مستندساز امریکایی است بیشتر نقل کردم بریده از سخنان که دنگوه نام داره میگه اسرائیل قادر خواهد بود آسیب بیشتری نسبت به آسیبی که از با اسرائیل میزنه به لبنان وارد بکند اما اسرائیل به آسیب هایی که ازبلا میتونه به این رژیم وارد بکنه عادت نداره و او هم به مدت طولانی پر... از لبنان مشین جنگی هیچ چیز دیگه نیست یک دولت در برابر یک ماشین جنگی طرف قرار که درست علی از اینا عمل نکرده ای ماشین جنگی با این ترتیب دنکوهن نتیجه میگیره که روان ملی اسرائیل به دلیل بحران هویت بومی سهیونیزم صدمه دیده ضعیف شده متفرق شده این فشاری که اگر حزب الله یک بار وارد بکنه نمیتونه تحمل بکنه دن کوین به سال یک چیز مهمی رو متوجه شده مثلا ساز امریکایی میگه اگر این جنگ ایدیولوژی ها از سهیونیزم برای مقامت طولانی ساختن نشده در حالی که ایدئولوژی ازبلاب به نام محور مقامت عمیقا به خاطر یک کاربرد استراتژیک طراحی شده آغاز یک جنگ تمام ایار علی لبنان بر خود اسرائیل ویرانگر خواهد بود یعنی میتر گفت خب ببینیم گانتس بانی گانتس از رهبران اسرائیل میگه باید به با کل لبنان عمله کنیم میبینیم چه رقم بصلاح... یعنی منظورش سیاست خو... سوختاندن ترخاش که هست عضو سابق کابینه اسرائیل یادم بده آدم معروف اینو میتونه میگه تنها میگه به هزبالا محدود نباشه با کل لبنان او آدم هزبالا تمام شهرهای شما را اگر زد چی میگن بر امیر میخوان به خاطر زید پای امریکا کشانده شود در غیر از او اینا فهمیدن که دفاع نمیتونن در دراز مدت یا سرپای نمیشن خدا استاد نمیتونه خب یه میگه که عملات ازبلا از خاک لبنان انجام میشه به امنی دلیل نباید عملات ما محدود به با ازبلا باشه و کل با لبنان باشد اسرائیل دو مسیر پیش رو داره توافق با ازبلا و راتش بست در جبهه شمالی یا ادامه توجه ورود زمینی خب نه توافق نمکان داره نه ورود زمینی خب ورود رفتن به مو بیشتر گفتم رفتن به دهان تمسا هست اما در زمینه آتش یک را وجود داره که اینا ناگهان از غذا قبل نشینی بکنن ترک بکنن در اون صورت توافق با ازبلا و موقتی امکان داره جالب چیز که من یک تصویری دیدم که یک پایگاه نظامی اسرائیل در کرانه باختری مستقیم هدف قرار گرفته بود پایگاه نسبتا کویی همه است ای از کجاست؟ بعدا معلوم خواهد شد ای مواردی بود که در تازه ترین گزارشات صبح امروز رویت شده بود که من خدمت شما ارائه کردم تا بعد